سلام به اینجرنی های عزیزم خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید از من امروز هم با هم دیگه بریم برای بررسی یک پلتفرمی که این پلتفرم نیاز به سرمایه گذاری داره دوستان و شما حتما باید داخلش سرمایه بذارید تا بتونید حالا از طریق درآمد کسب بکنید اگر نمیخواید سرمایه گذاری بکنید اصلا ویدیو رو نگاه نکنید چون به دردتون نمیخوره اما برای دوستانی که میخوان سرمایه بذارن حالا واسم تا آخر ویدیو رو ببینن بعد خودشون باید بالاخره تحقیقاتی انجام بدن که ببینن آیا این کار به دردشون میخوره یا اینکه نه دوستان اما روشی که میخوام تو معرفی بکنم رو حالا با هم میریم کامل کامل بررسیش میکنیم روش دقیقا مثل بقیه پلتفرم سرمایه گذاری است که حالا من در رابطه باشون قبلا یک ویدیوی کامل کامل ساختم که داخل لینک اول هم لینک داخل کامنت اول هم لینک سایت رو براتون میذارم و هم اون ویدیو رو قبل از هر گونه سپورت گذاری برید اون ویدیو رو حتما حتما ببینید دوستان و اینکه همین حرف دیگه این نمیمونه با هم بریم این سایت رو کامل کامل بررسیش بکنیم فقط قبل شیرتون نر که حتما حتما چنل من رو سابسکرایب بکنید لایک بکنید و کامنت هم بذارید به امید روزهای بهتر برای کشورمون واقعا به امید روزی که بتونیم همون به اون چیزی که میخوایم برسیم به امید روزی که آزاد بشیم و هممون بتونیم با هم دیگه خوشحال کنار هم زندگی بکنیم دوستان نمیتونه سابقی هم بدون معطلی بذاریم سراغ آموزش امروزمون خب دوستان زمانی که وارد پلتفرم میشید یعنی لینکی که براتون گذاشتم رو زمانی که روش کلیک میکنید وارد یک همچین صفحه میشید توی این صفحه شما میتونید بیاید ثبت نام بکنید دوستان اول اینجا باید ایمیلتون رو وارد بکنید این قسمت پسورد اینجا دوباره پسورد و اینجا هم لینک زیر مجموعه گیریتون رو باید وارد بکنید بچه‌ها لینک البته نه کد زیر مجموعه گیریتون که خب میتونید از اه... کد من استفاده بکنید که باز کدام رو هم قرارتون قرار میدم اما اگر نخواستید میتونید کداتون رو داخل کامنت ها بذارید که هر کسی که خواست بیاد از کدای همدیگه استفاده بکنید دوستان میتونید هم با ایمیل میلتون اکانتتون رو بسازید و هم با شمارهتون بچا اینجا روی کانتری کد هم اگر بزنید کد ایران رو هم داره یعنی با هم دیگه اگر بگردیم می‌بینید اینجا کد ایران رو داره میتونیم ایران رو هم انتخاب کنیم اینجا شمارهمون رو وارد می‌کنیم پسورد و دوباره همین همه همون اطلاعات رو وارد می‌کنید و میتونید وارد سایت بشید خب زمانی که اکانتتون رو ساختید وارد یک همچین صفحه میشید که اینجا داره کلا به ما نشون میده که مثلا چقدر داخل این پلتفرم سرمایه گذاشته شده چقدر تراکنش هاش هستش و همه این توضیحات رو داره به ما میده دوستان اینجا قابلیت های این پلتفرم رو نوشته گفته که امنیت داره چه میدونم مثلا مثلا اولین پلتفرم چیز بوده اینجا پشتیبانیش رو نوشته که پشتیبانی 24 ساعته داره و کلی توضیحات دیگه حالا یک سری مقاله یا همون سرتیفیکیت هم هست که من الان بخوام اگه براتون نشون بدم یه همچین حالتی داره میدید اینجا مثلا کامل داره برای ما توضیح میده میگه که حالا این پلتفرم مثلا چه سالی داره فعالیت میکنه میدونم کجا هستش کلا مثلا تا چه سالی هستش و فلان اینا همه ای توضیحات رو داخل اینجا داده و خب یه سرتیفیکیتی برای این پلتفرم هستش و این هم یک سرتیفیکیت دیگه هستش که میتونیم ببینیم برای حالا خود همون کشور کانادا هست که خب چون کلا این پلتفرم داخل کانادا تاسیس شده به خاطر همون مقاله هاش و سرتیفیکیتش و اینا هم برای خود کانادا هست بخش دیگه‌اش رو اگر بخوایم با هم دیگه ببینیم روی این گزینه که کلیک بکنیم اینجا حالا بخشی هستش که برای ارزهای مختلف هست ارز می‌تونید خرید و فروش بکنید میتونید مثلا ترید انجام بدید اینجا میتونید اکسچنج انجام بدید یعنی بیاید مثلا ارزها رو حالا چه می‌دونم خرید و فروش باز بکنید مثلا توی یه قیمتی بذارید که خودش به صورت اتوماتیک بفروشه همه اینها رو برای ما اینجا قرار داده شده که یه جوری یک پلتفرم خیلی کاملی هستی کارهای مختلفی میتونید توش انجام بدید می‌بینید اینجا کلاً یک جدولی رو داره قیمت‌های لحظه‌ای رو می‌نویسه و کلی حالا توضیحات و آمار دیگه میدید کامل کامل شما میتونید حتی تریت هم داخل این پلتفرم انجام بدید میبینید دقیقا الان ورده که مثلا اینجا قیمتش چقدر بوده اینجا اومده پایین اینجا قیمت رفته بالا اومده پایین به صورت حالا کندل داره تمامی توضیحات رو میده میتونید حتی تمام صفحش هم بکنید دوستان و این بخش کانتکت هم برای پشتیبانیشون هستش که حالا میتونیم باشون در ارتباط باشیم و توی این بخش هر... سوالی که داشتید و هر چیز دیگه میتونید بهشون پیام بدید حالا بچه اینجا یک سری توضیحاتی رو من دارم که نوشته از سال 1956 تا 2006 این پلتفرم داشته فعالیت میکرده یعنی روی این رباتی که دارن حالا روی این ترید رباتی که دارن داشته فعالیت میکرده و بعد اومدن یه حالا تریدری درست کردن از سال 2021 که تا الان داره فعالیت میکنه و حالا یک سری توضیحات دیگه که کلا دارن حالا در رابطه با این پلتفرم توضیح میده و میگه که این پلتفرم بهش شکلی کار میکنه از اینجور چیزا که حالا اینا رو همه رو با هم بررسی میکنیم دوستان من حالا اگر بیام وارد ولت هم بشم اینجا روی گزینه اسست هم بذارم مقدار پولی که داخل ولت هم دارم رو میبینم من الان 20 دلار داخل ولت هم دارم حالا میخوام این 20 دلار رو برداشت بزنم که هم برداشتم هم رو بتونم نشون بدم و هم بتونم دیپوزیت هم رو بتونم نشون بدم روی گزینه دیپوزیت هم ویدرا که کلیک بکنم خب اینجا حالا داره من نشون میده که من حالا یه زمانی اومدم 20 تا تتر داخل این پلتفرم قرار دادم و کلا داره به من حالا دیپازیت های قبلیم و حالا همه توضیحات قبلیه رو به من میده یعنی جورایی داره تاریخچه شام رو به من نشون میده حالا من میخوام این 20 دلار رو برداشت بزنم که بعد دوباره بیام پولم همون 20 دلار رو بزنم توی سایت برای برداشت زدن شما باید بیاید اینجا روی گزینه ادرس منیجمنت که یعنی میخواید یک آدرسی رو به سایت معرفی بکنید روی گزینه اد آدرس میزنید اینجا همین من تتر رو میام انتخاب میکنم آدرس تترم رو این قسمت پیست میکنم و بعد روی کانفرم میزنم دوستان صبر میکنم تا حالا برای من این آدرسی که انتخاب کردم لود بشه و داخل سایت اد بشه همونطور که میبینید الان نوشت با موفقیت اد شد و اینجا من یه دونه آدرس دارم که حالا میتونم هر زمان که خواستم پولم رو به این آدرس برداشت دوستان الان رو روی ترانسفر اگر رو یعنی کلیک بکنم و حالا یه مقداری صبر بکنم تا این برای من لود بشه بچه‌ها ببخشید که اینترنت به شدت ضعیف هستش و نمیذاره که من هیچ کاری انجام بدم حالا زمانی که بیام وارد صفحه اصلیم بشم اینجا روی گزینه اسست کلیک بکنم اینجا میتونم ببینم که مثلا من 20 تا ترون 20 تا تر دارم داخل اکانتم میام روی گزینه ویدرا میزنم و میخوام مثلا این 20 تا رو برداشت بزنم بچه‌ها ببینید که مینیمم برداشتش هم نوشته که 5 تا ترون هستش خب من میام اینجا روی آدرس بوک میزنم و انتخاب میکنم که مثلا از چه آدرسی میخوام انتخاب بکنم برداشت بکنم خب همین آدرس رو میام کپی میکنم دوباره وارد بخش میشم اینجا حالا ساب کنم تا این پایین برای من لود بکنه اینو رو میزنم روی کپیتال اکانت اینجا ویدرا رو میزنم این قسمت آدرس برداشتم رو باید پیست بکنم خب میگم به این آدرس میخوام برداشت بزنم و بعد میگم که مثلا هر چی که دارم رو هم میخوام برداشت بزنم این مثلا 20 تاشو میخوام برداشت بزنم حالا 20 تا رو من برداشت نمیزنم می 10 تاشو برای این مثال میام برداشت میزنم که 3 درصدم مثلا میاد برمی داره ازش من میام روی کانفرم کلیک میکنم این 10 تا رو برداشت بزنیم ببینیم که چی میشه نوشتش که برداشت تو با موفقیت انجام شد فقط منتظریم که حالا اون تاییدیش انجام بشه بعد به حساب من واریز بشه خب بچه ها همونطور که بینید من الان اگر بیام وارد دیپازیتم ویدران بشه هم یعنی برداشتی های اخیرم و حالا پولی که اخیرا گذاشتم رو ببینه هم بینید که من الان 10 دلار برداشت دادم خب همونطور که خودشم هم من گفته بود 3 درصد فی شد یا همون کمیسیونی که رد و بدل میشه برداشت میکنه شد و 9 دلار و 7 سنت دقیقاً به حساب من واریز کردش دوستان و او بالا همونطور که می‌بینید الان موجودی اکانت من شدهش 10 دلار و حالا من بیام اون پولی که برداشتادم و یه مقدارش رو دوباره داخل سایت قرار بدم که دیپوزیتش رو هم بهتون نشون بدم میام اینجا یو اس تی رو انتخاب می‌کنم روی گزینه دیپوزیت می‌زنم اینجا می‌بینید می برای من یه دونه آدرسی رو و یه دونه بارکدی رو آورده حالا من میام با گوشی موبایلم این بارکد رو کپی می‌کنم و برای مثال مثلا 15 مثلا حالا 5 تا یا 7 تا 8 تا هر چقدری که خواستم میتونم داخلش بریزم میام اینجا خیلی ساده آدرس رو انتخابش میکنم و مثلا من اومدم 9 و 7 تا برده زدم یا مثلا 8 تا دا دیگه داخل پلتفرم قرار میدم روی نکس میزنم حالا این کار رو همه رو با گوشیم دارم انجام میدم که بعدش بهتونم نشون میدم کامل کامل دوستان خب الان داره به من میگه که اوکی با این قضیه من میگم آره خب تایید کنم و الان من پول رو به حساب سایت واریز کردم دوستان اگرم بخوام بهتون نشون بدم الان توی این صفحه خب یه چند بار سفر رو رفرش بکنیم خب همونطور که میبینید الان من هشتا تتر اومدم وارد سایت کردم خب حالا زمانی که بیام وارد صفحه اصلی بشم یک بار اگر سفر رو رفرش بکنم الان باید این مقدار تتر به حساب من واریز شده باشه دوستان یک مقداری صبر میکنم خب هنوز 10 تا هست حالا دیگه بستگی داره دیگه یه مقداری ممکنه زمان ببره من الان بیام دیپوزیت هم بار دیگه چک بکنم اینجا دیپوزیت ها رو ببینم خب ببینیم اینجا الان چه وضعیتش خب هنوز مثل اینکه سایت شناسایی نکرد اون مقدار پولی که من ریختم رو اما خب حالا من یه مقداری صبر میکنم تا سایت بررسی بکنه و اون پول رو به حساب من واریز بکنه خب بعد از چند ثانیه این 8 دلار همونطور که میبینید به حساب من واریز شد الان روی گزینه دیپازیت هم ویدرا که بزنم میبینید که دیپازیت های اخیر یا همون مقدار پولی که من اخیرا گذاشتم میدونه 20 دلار بود میدونه 8 دلار که اون رو انجام دادم و این چیزا الان در کل 18 دلار داخل اکانت هم دارم حالا برای اینکه با این 18 دلار بتونم درآمد کسب بکنم باید بیام روی این گزینه فاینانسیال منیجمنت کلیک بکنم دوستان وقتی که روی این گزینه کلیک بکنم حالا یه مقدار صبر می‌کنم تا برای من لود بکنه پلن‌های سرمایه‌گذاریش رو داره به ما نشون میده برای مثال این پلن هست که یک روزه هست و اینقدر به ما سود میده این یکی هستش که 15 روزه هست اینقدر به ما سود میده و مینیمم پولی که میتونیم داخلش بذاریم هم نوشته مثلا مینیمم پولی که داخل این پلتفرم این پلن میتونیم بذاریم 10 دلار هست این 100 دلار این 500 دلار این 1000 دلار این یکی مثلا 3000 دلار هست که خب اینا روزاش فرق میکنه و حالا درصد سودش هم فرق میکنه دیگه اینا هر روزاش و قیمتش هم بالاتر میره خب 100 درصد ریسکش هم بالاتر میره الان برای مثال من میخوام توی این پلن بیام سرمایه گذاری بکنم ببینید گفته یه روزه هست و مینیمم پولی که میتونیم داخلش بذاریم هم 10 دلار هستش ببینید الان برای من گفته که میتونیم از 10 دلار تا 100 دلار داخلش پول بذاریم و حالا بستگی به ما داره که چقدر بخوایم داخل این پلتفرم فعالیت بکنیم. اینجا میتونیم بیایم انتخاب بکنیم که چه مقدار میخوایم داخل پلتفرم سرمایه بذاریم. برای مثال الان آره من کلا 18 دلار داخل اکانتم هم دارم. کل اون 18 دلار رو میخوام میام اینجا قرارش میدم. اینجا روی گزینه اینوستمنت زنم و سب می میکنم تا این 18 دلاری که داخل اکانت هم داشتم کاملا وارد این پلن بشه. ببینید که الان گفتش با موفقیت انجام شد و من با موفقیت تونستم بیام این پلن رو خریداری بکنم حالا الان اگر من بیام روی این گزینه مار هولدینگ کلیک بکنم و یکم صبر بکنم میبینید که من الان اومدم این پلن رو با قیمت 18 دلار خریداری کردم و بعد یک روز دیگه یعنی میبینید که پلنش یک روزه هستش یک روز دیگه من میتونم بیام این پلن رو پولش رو برداشت بزنم یعنی میبینید من الان توی این ساعت توی این تاریخ اومدم این پلن رو خریداری کردم و بعد توی این تاریخ این ساعت دقیقا یک روز در 24 ساعت بعد میتونم بیام پولی که از این پلن سود کردم رو یعنی همین انقدر درصد رو میتونم بیام برداشت بزنم دوستان حالا یک بخش دیگه ای هم داره به نام وی آی پی اگر روی این گزینه کلیک بکنم ببینید که الان برای من نوشته من الان لول یک هستم یعنی وی آی پیم همینه ببینید حالا مثلا یک حالت های دیگه داره مثلا کمیسیونی که میده 8 درصد چه میدونم مثلا بستگی داره که چقدر داخل این پلتفرم فعالیت کرده باشید و چه کاری انجام داده باشید مثلا اگر 10 تا زیر مجموعه بگیرم من میرم توی وی دو و لول دو میشم و حالا کلی اتفاقات بهتری میفته یعنی مثلا درآمدم بیشتر میشه چه میدونم حالا اون سودی که به دست میارم بیشتر میشه و این هم. دوباره وی آی لول 3 داره وی پی لول 4 داره به همین صورت هستش که میبینید مثلا نوشته که از زیر مجموعه هم چقدر میتونم کمیسیون بگیرم مثلا الان 8 درصد وی پی لول 2 12 درصد لول 3 15 درصد و لول 4 18 درصد که خب خیلی درمت های خوبی رو میشه از این طریق داشت روی گزینه مای تیم هم اگر کلیک بکنم حالا تمامی زیر مجموعه های من رو داره نشون میده و از این جور چیزها که شما میتونید بیاید اینجا ببینید که چقدر زیر مجموعه دارید زیر مجموعه چه مقدار پول داخل پلتفرم قرار دادن و همه این توضیحات حالا اگر شما برید وارد اکانتتون بشید دوستان اینجا یک بخشی داره به نام اینوایت فرند که برای زیر گیریتون هستش اینجا لینک زیر گیری شما رو نوشته ایم اینجا هم کد زیر مجموعه گیریتون و اینجا هم بارکدتون رو که از این طریق میتونید خیلی درآمدتون رو بیشتر بکنید و درآمدهای عالی رو داشته باشید دوستان حالا من میام وارد همین بخش فاینانشیال منیجمنت میشه همینجا مای هولدینگ رو انتخاب میکنم و ساب میکنیم تا یک روز آینده یعنی من الان ویدیو رو میبندم یک روز دیگه دوباره میام و بریم با هم دیگه ببینیم که این مقدار سودی که گرفتیم چقدر میشه و آیا میتونم برداشتش رو بزنم یا اینکه خیر داشت. خب دوستان حالا 24 ساعت از اون ویدیویی که دیدید گذشته و الان من اومدم دوباره وارد اکانت هم شدم که بریم با هم دیگه سود فاینانشیال منیجمنتمون رو هم برداشت بزنیم و توی ولتمون داشته باشیم ببینیم به چه صورت هستش دوستان من الان میام روی فاینانشیال منیجمنت کلیک میکنم و حالا صبر میکنم تا برای من لود بشه البته قبلش بذارید من باید حتما فیلترش شکنم رو خاموش بکنم بذارید قبلش برم ولتم رو هم بهتون نشون بدم که چه مقدار پول توی ولت هم دارم صبر میکنم تا لود بشه مقدار پول ولت من الان سودش رو من داره دوستان حالا اگر بیام وارد فینانسیل منیجمنت بشم و اینجا هولدینگ هام رو بزنم که ببینم من چقدر اومدم پول گذاشتم میبینید که من یه دونه یه روزه 18 دلار گذاشته بودم و الان اند شده میبینید برام نوشته این تاریخ این ساعت گذاشتم این تاریخ این ساعت شروع به فعالیت کرده این تاریخ این ساعت میتونم برداشت بزنم و کار من تموم میشه الان کار من تموم شده اند شده و من انقدر تونستم سود بکنم الان اگر دوباره بیام وارده ولت هم بشم اینجا برم وارد بخش اسست بشم میبینید که من 18 دلار و 162 سنت دارم یعنی من 162 سنت تونستم توی یک روز به همین سادگی سود بکنم حالا برای اینکه بخوام پولم رو هم برداشت بزنم میام اول وارد بخش آدرس Management میشم که بتونم آدرس تی آر سی رو که خب قبلا براش تعریف کرده بودم رو کپی بکنم میاد اینجا هستش میام آدرسم رو کپی میکنم دوباره بخش وارد بخش اسست میشم اینجا میام پایین صبر میکنم برام لود بشه میاد که یو اس سی تی الان 18 دلار و 162 سنت برای من هستش من میام روی گزینه ویدرا کلیک میکنم وقتی که این کار رو انجام دادم اینجا میام خیلی ساده آدرسم رو وارد میکنم هم آدرسی که پیست کردم و اینجا میگم که من تمامی وجه قابل برداشت ارزشم رو میخوام برداشت بکنم و سه درصد هم خب حالا اون کمیسیونی هستش که این وسط کم و زیاد میشه و بالاخره برای تراکنش ها کلا انجام میشه و به سادگی روی گزینه کانفرم کلیک میکنم سب میکنم تا برای من لود بشه و همونطور که میبینید الان با موفقیت انجام شد و منتظر هستم که برداشت من تایید بشه خب دوستان حالا همونطور که میبینید الان مقدار اسد من یعنی همون مقدار پولی که کلا داخل اکانت هم داشتم شده کاملا صفر و من 18 و خورده برداشت داده بودم و خب با توجه به اون 3 درصدی که این وسط به عنوان فی برداشت میکنه خود پلتفرم یعنی رفتی پلتفرم نداره به هر حال اون فی هستش که چون USDT شبکه تتر هستش از ترون کم میکنه به خاطر همین این مقدار کم میشه و خب الان اگر وارد تراسفلت خودم بشم اونطور که بینید 17 61 به حساب من وارد شده دوستان و به همین سادگی هم تونستم پولم رو داخل تراسفلت هم برداشت بزنم مرسی که تا انتهای ویدیو نگاه کردید دوستان امیدوارم که از زنی این ویدیو هم لذت برده باشید اگر این ویدیو براتون مفید بود خوشحالم که یک چند منو سابسکرایب بکنید لایک بکنید و کامنت هم بذارید و قبلش حتما حتما دقت بکنید که ویدیویی که براتون داخل کامنت ها پین کردم رو حتما برید ببینید نه اگر سرمایه‌تون براتون مهم هستش حتما قبلش برید اون ویدیو رو ببینید دوستان دمتون و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار